ببینید، اعداد و ارقام، این 2-3 میلیارد دلار برای اقتصاد ما به باور من اعداد خیلی بزرگی نیستن. من در گذشته راجع به، حالا نه چای ولی موضوعات مشابه نوشتم و تذکراتی هم دریافت کردم و در حوزه هایی که ممکنه خیلی هم به چشم نرسه، نهاده های دامی در حوزه هایی که تولید کالاهای اساسی و مرغ و گوشت و تخم مرغ و اینها رو تأمین میکنند، ما اعداد مشابه داریم، اعداد بزرگتری هم داریم. همینقدر اونجاها هم شفاف نیست، همینقدر ابهامات زیادی اونجاها هم وجود داره و معمولا همینطوری که آقای سازگارا به درستی اشاره کردن، روزنامه‌نگارانی که راجع به این موضوعات مینویسند حتما اخطار و تذکر دریافت میکنند. و البته خب بعد از اینی که ما مینویسیم، من مثلا راجع به تخم مرغ نوشته بودم قبل از اینکه منتشر بشه، خب تعدیل هم میشه، جراحی هم میشه مثلا برای اینکه قابل چاپ بشه. ولی نکته دیگری که لازم میبینم بهش اشاره کنم این است که تقریبا اکثر مواقعی که پرونده فسادی در جمهوری اسلامی مطرح میشه، من قبول دارم که این یه انگیزه جانبی پشتش هست، به این معنا که فساد به صورت گسترده جریان داره، استاتوس کوه به اصطلاح، یعنی تبدیل به نرم شده، تبدیل به هنجار شده در جمهوری اسلامی. وقتی تبدیل به پرونده میشه، وقتی رسانه‌ای میشه، معمولاً که یا جدال و کشمکشی در جریان یا تسویه حسابی در کاره. بنابراین من اکثر قریب اتفاق پرونده هایی که مطرح میشه در جمهوری اسلامی و خود متولیان پشتش هستن، چون گاهی اوقات همونطور که آقای سازگاران فرمودن، مثلا آقای سلطانی یا دیگران موضوعی رو راجبش نوشتن، من منظورم اشاره به اونها نیست، اما این پرونده به طور خاص که شما هم فرمودید و سرداران سپاه راجبش صحبت میکنند و رؤسای قوا، اینها معمولا یه جنبه تصفیه حساب هم داره. نکته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم، پیرو به صحبت آقای سازگارا، این است که منم قبول دارم اینکه این تئوکراسی جمهوری اسلامی در حال دگردیسی است و تا حد زیادی هم این دگردیسی رو پشت سر گذاشته، در حال تحول، این تحول تا حد زیادی پیش رفته و واقعا تبدیل شده است به یک کلپتوکراسی. من تصور میکنم که این دگردیسی پس از مرگ رهبر احتمالاً کامل خواهد شد و کاملاً از اون پوستش بیرون خواهد آمد و کاملاً ما اون موقع با یک نظام شبیه به روسیه امروزی، یه جور اولیگارشی کلپتوکراتیک طرف خواهیم بود.